ادامه برنامه سلام افغانستان و سپاس از این که تا اینجا با ما همراه هستین. در بخش گپ سلام افغانستان هستیم که قسمی که در آغاز برنامه هم گفته بودم، در بخش گپ سلام افغانستان امروز بانو سهیلا سحر رئیس نهاد خدمتگزاران افغانستان در برنامه حضور پیدا میکنن، صحبت می داشته باشیم و بانوی زیبا مقبول حالا حضور پیدا میکنن. صبحتان بخیر، خوش آمدید. صبح شما بخیر و صبح بیننده های عزیزی که از پرده تلویزیون میبند و از برنامه زیبایتان مخصوصا برنامه رمضانی میبینند ما را، یک صبح بخیری خاص برشان داریم. سلامت باشه. امیدوار هستم که صحت سلامت باشن همه دوستا عزیزانه که شما را میبینند ما را میبینند و یک رمضان صبح رمضانی خاص برشون آرزو دارم. شما سلامت زنده باشید. خیلی خوش آمدین به برنامه. خرسند هستیم از این که شما را داریم در کنار خود و میخوایم که اولین سوال را پرسان کنم، اینکه چند مدت میشه بسیار کم رنگ هستین در یعنی نمیفهم فعالیت ها کمتر شده، مصروفیت های شخصی زیاد شده، کمتر شما را میبینیم در رسانه های اجتماعی و در رسانه ها؟ زنده باشین. قسمی که شما گفتین کم رنگ شدن البته نشانه ای عزیز که حتما خیلی مصروف شدیم و مصروف برنامه ها و مصروف دیدگاه هایی که ما خود ما پلان هایی که در آینده داریم مصروف شدیم، ولی اوقدر هم کم نما نیستم. یعنی که فرصت مناسب داشته باشم حتما میتونم که با دوستا با عزیزان خود باشم، بیایم مثل شما ولی برنامه ها را داشته باشم با شما با دوستان دیگه. ولی چون شما شاید حال بودین که من یک از کاندیدان پیشتاز کابل بودم و در زمن از او بعض فعالیت های اجتماعی داشتم، خیلی مصروفیت های پیش از حد داشتم، یعنی مجبور بودیم که باید به هر کار ما یک تقسیم اوقات جور کنیم و رسیدگی کنیم. بله. اگر چی که اگر یک لحظه هم بیدار بانم حتما در خدمت مردم افغانستان قرار میگیرم. بله. بانو سحر، چیزی که وجود داره حالا میخوایم که روی از این موضوع صحبت داشته باشیم، آیا متوجه شدین که روی شخصیت شما و همچنین روی فعالیت های شما تاثیرهای خیلی زیاد میشه، مخصوصا در صفحات اجتماعی؟ شاید خودتون متوجه شده باشین که معمولا همه در موردتون ابراز نظر میکنن، مخصوصا زمانی که شما نامزد وکیل بودین در شورای ملی و بعد از اینکه نتیجه انتخابات هم اعلام شد متاسفانه که راه پیدا نتونستین به پارلمان، دلیل این که همه درباره تان دوست داره حرف بزنه و حرف میزنه چی هست؟ ببینین یکی از دانشمندای بزرگ جهانی را اشاره میکنه که حتما کسی هستی که کسای دیگه در رابطه به تو حرفی میزنه. یعنی به این فکر باشم که ما و شما اگر در رابطه با ما حرف میزنن و یا یکی گپ میزنن و یا یکی تعریف خوب میکنن و تعریف بد میکنن و یا یکی پشت صحنه هر اون چیزی که فکر میکنن، یعنی هر یک چیزی باید بیانگر باشه. یعنی این نشانه عزیز که هستی کسی، هیچ وقت مایوس نباید باشیم و پیش بریم. ولی خوشبختانه که در روزای اول که ما فعالیت های خود آغاز کرده بودم، برنامه های خود آغاز کرده بودم، خیلی مخالف داشتم، یعنی بیشتر از 99% مخالف ما بودن. حتی میتونم بگم که خب 99% بهتر میدانم، اما آهسته آهسته مردم افغانستان بسیار مردم خوب هستند، یعنی زود میفهمند، زود درک میکنند، زود احساس میکنند، چون افغانای ما هستند. یک مدتی که مخالفتش به خاطر چی هست؟ یک مدتی که ما فعالیت های خود آغاز کردیم پیش بردیم و مخالفت ها کاهش پیدا کرد و در مقابل تبصره هایی که تعریف های ناحق میکردن امی تبصره های خوب به وجود آمد. چیزی که بسیار زیاد مهم است ای است که مخالفت در وقتی که مبارزه میکنی در تمام دنیا، یعنی پشت یک صحن، پشت یا کسی که میخواد که قهرمانی خود نشان بده برای مردم افغانستان مخصوصا برای جهان، یا که جهان شمول باشه افغانستان شمول باشه،
مخالفت ها می داشته باشن. یعنی هیچ نرمال نیست که کسی که وقت مبارزه میکنه مخالفت دشمنداری و یا مخالفت نداشته باشه. ما چیزی که بیان میکنم امروز چیزی را که ما یاد گرفتیم این را یاد گرفتیم که باید خود بسازم بسوزم و بسازم خوده، ولی اجازه ندم که حرفای دیگران بالای نقاط مثبت ما تاثیرات بندازه. یعنی چیزی که خیلی مهم است در زندگی ما فقط چند چیز است. یکی که هیچ وقت به حرف دیگران، به حرف ناحق ناپسند دیگران گوش نمیتم، ولی نقد پذیر هستم، انتقاد پذیر هستم و کوشش میکنم که خودم از دیگران نقد نکنم اما نقد دیگران را قبول کنم. و مخالفت هایی است که وقتی زمانی که در یک شرایط یک خانم جوان بودی، فعالیت ها داشتی، بخصوص یک کمی خوب درخشیدی، یعنی معلوم دار که مخالفت پیدا میکنی، دشمنی پیدا میشه، حسادت زیاد پیدا میشه. ببینین طبقا مختلف از طبقه اوناس هم گفتم میتونیم طبقه ذکور هم، اما متاسفانه در افغانستان چیزی که زیاد است این است که مشکلات در بین خود زنها تا هنوز حل نشده. یعنی در هر جایی که بریم ما زنها هم دیگر خود حمایت نمیکنیم، همیشه به تخریب یک دیگه خود شروع میکنیم و فعالیت میکنیم. ولی یک چیزی را ما میخواییم برتان بگیم است که اگر واقعا کسی بخواهی که پیش بره و پیشرفت بکنه، هر کس با مو استعداد خود پیشرفت کرده میتونه. من هیچ وقت جایگزین خودت شده نمیتونم و شاید خودت هم هیچ وقت جایگزین ما شده نتونی، اما یک زمانی میرسه خودت از مکد بالاتا فعالیت های کلان میداشته باشی، اما شاید که من او زمان من مثل خودت بوده نتونم. مثال این مسائلی است که هر کس از خود یک توانمندی خاص در وجود خود میداشته باشه که او توانمندیش اگر حفظ کنه فکر میکنم که به اوج قله هایی که میخواه برسه و میرسه انشالله. بله. امروز ما بیشتر میخوایم روی زندگی خودتون صحبت داشته باشیم، کمتر روی مسائل سیاسی میپیچه. به خاطر مسرور جانم چند سوال داره که با بلی نه خیر با شما جواب بده. من دوست دارم که سوالات که مسرور میپرسم اگر شما هم موافق باشین فقط با بلی و نه خیر جواب بدین. یعنی مثلا بعضی سوالات هست نیاز به توضیحات بیشتر داره. سوالات هست که شما فقط یا بله یا نه. آماده هستی؟ ولی اگر جواب ندادم پس من میگم که جواب نمیتونم. هیچ کدام پس میتونم بکنید. گزینه هیچ کدام را مشکل نیست برای شما بمانید. ازدواج کردید؟ میمانه میره. از انتخابات و نتیجه آن راضی هستید؟ ایران میمانه. علاقه زیاد دارید تا به ظاهرتان رسیدگی کنید؟ شاید. بله نه خیر. بله. نظریات دیگران در مورد خودتان برایتان مهم هست؟ ده فیصد. بله نه خیر. بله. شخصیت دکتر صاحب احمد اشرف غنی را دوست دارید؟ معلوم دارست رئیس جمهور افغانستان است، دوستش دارم. آیا صفحات مجازی شما را از دنیای واقعیتان دور ساخته؟ نه خیر. آیا در کنار کارهای اجتماعی یا مصروفیت هایتان کارهای خانه را انجام میدید؟ اگر بیکار باشم. یعنی کار خانه مزیت آشپزی را دوست دارم، ولی کار خانه هیچ نکردیم، ولی بسیار خوب یاد دارم. بله نه. بله. عشق در زندگیتان ارزش دارد؟ بله. دوست دارین که در اوقات بیکاریتان به تفریح بروین؟ 100%. از اینکه تا این لحظه با ما بودین راضی بودین؟ 100%. بله. سپاس. و دو سوال را جواب ندادن خیر باشم میگذاریم و بعد از برنامه هستم پرسان میکنم، چون من خیلی کنجکاو شدم که چرا جواب ندادین به سوال اول. خیر باشه. آیا تا کنون شایعی در موردتان پخش شده که خیلی زیاد شما را آزرده ساخته باشه و او شایعه چی بوده؟ نه خیر. نشده. بسیار خوب. خب ما دوست داریم ذوق موسیقیتان هم پیدا کنیم. من زیاد آهنگای احمد زایر، شادکام، آرام، بلیا و فرهاد دریا زیاد دوست دارم.
بله، ما در مورد موسیقی که شما کدام موسیقی را دوست دارین دانستیم، اما ما بعضی موسیقی های دیگر آماده ساختیم، یک سه بسی موسیقی را آماده ساختیم. شما اگر بخواین از این موسیقی انتخاب کنین که یکی از موسیقی ها را بشنوین، یعنی از این موسیقی را که ما بر شما نشر میکنیم یک شن انتخاب خدا کنه که بتونم، مشکل نیست، فقط انتخاب شما را بخواین، شما سبک و همو در خواندن را که خوانده رو بیم انتخاب کنین، بینید کدامش انتخاب کنین. درست است؟ آماده هستین؟ بله، نشر کنین. وجه رستگار بانو نغمه و یکی دیگه شم کدام یکی رو شما انتخاب میکنین؟ من کلش دوست دارم، مرسیش بسیار هم. اگر قرار شد که همین حالا یکی رو بشنوین، کدام یکی رو دوست دارین ترجیح میتونین بشنوین؟ رستگار. وجه رستگار بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار زیبا میخوانن. یک بازی دیگه، یک چالش دیگه هم روبرو دارین و من مطمئن هستم بانوی موفق هستین و از چالش هستن نمیترسین. ما یکی از آهنگ ها، یکی از آوازخوانا را به شکل کارتون درست کردیم که شما بعد از شنیدن کارتون باید تشخیص بدین که کدام آوازخوان ایره خوانده. اگر مشکل نشته باشه که ما بگیم نشر. اثر دفعه نشر کنیم. ما چون سیت آهنگ گوش نمیکنم، یعنی چقسم برتان بگویم امین فرصت نداشتیم تا امروز که زیاد موسیقی بشنوم. همیشه که فرصت اگر پیدا کردیم بیرون رفتیم یا ای که مثلا به تفریح رفتیم، اکثریت اوقات در موتر که بودیم صبح وقت برآمدیم، اطمان نت قرآن شریف بوده یا تلاوت قرآن بوده یا یک نت بوده. ولی اگر سفر طولانی رفتیم باز یک البوم مثلا احمد زیای یا شادکوان پلی کردیم، تو آهنگای مکس نداشتیم و زیاد گوش نکردیم، ولی علاقه زیادم با آهنگ گوش کردن ندارم چون فرصت کم دارم. ولی ایتونیز که مثلا مخیل یعنی از آهنگا بد ببرم، آهنگا فرهنگ خود افغانستان، هنرمندایش آهنگایشان خیلی دوست دارم. بله، فقط علاقه زیاد اما علاقه دارم، ولی این فرصت نداشتیم که پیدا کنم، ولی متاسفانه که ما میره نتونستم بفهم. امیر جان صبوری بود. بسیار گرم. یک سوال دیگه که بانو سحر، شما نامزد وکیل بودین. بله. و حالا نتیجه هم اعلام شد و شما راه پیدا نکردین به شورای ملی. سمتی که شما در نظر دارین غیر از وکالت او هم در ادارات دولتی کدام سمت هست؟ یا منتظر می باشین تا 5 سال دیگه؟ ببینین، به ما وکالت صرف به خاطر مردم افغانستان، صرف به خاطر کسانی که به ما رای داده بودن و علاقه مندان ما بودن مهم بود که برای اونها خدمت کرده بتونم. و او قدرم دلچسبی نداشتم که یعنی من 100% باید وکیل شوم و امکان داره که اگر من وکیل میشدم به خیر ملت نمی بود، اما امکان داشت که من به خیر ملت ناکام برنده نشدنه، من به خیر ملت باشم. اما یک چیزی رو من میخوام یادآور شوم است که قرار باشه که من اگر وکیل نشدم، ولی ما بالاتر از کارهای وکالت کردیم و همیشه میکنیم، چون که ما همیشه اهداف ما برای مردم افغانستان است، مخصوصا برای کسانی که اینا واقعا نیازمند هستند. ما 5 سال میشه فعالیت میکنم و در این مدت 5 سال ما از طریق نهاد خود، از طریق مکاتب خصوصی خود، از طریق شبکه‌های خیاطی خود برای مردم افغانستان خدمتگزار بودیم. اگر قرار باشه که ما به وکالت معلوم دار که نتایج نهایی اعلان شد برنده نشدم، برنده شدن ما باعث
پیروزه های بیش از حد ما شاید شده باشه و برنده نشدن ما. اگر ما پیروز نشدم احساس میکنم که آرامش در وجود ما خلق شد و احساس میکنم که شاید که خیلی در آینده افغانستان نقش خوبی را در آینده بازی کنم. به خاطر از اینکه شما خبر دارین که شفافیت واقعی در افغانستان مخصوصا در کمیسیون وجود نداشت. وقتی که وجود نداشته باشه در همچی کشوری که واقعا یعنی مشکلات شفافیت باشه و ما چطور میتونیم که مثلا از حق خود دفاع بکنیم؟ هیچ کسی نمیتونه به تنهایی از حقش دفاع بکنه و من ترجیح میتونم که هر آن چیزی که به خیر ما و خیر ملت افغانستان هست عمو شود. ولی یک چیزی را که باید داشته باشه، سوال شما که در آخر کردین، این است که من اهداف کوچک ندارم، اهداف خیلی وسیع دارم و کاندید و نامزد که بودم در ولایت چرکی ولایت کابل هم یک از کاندیدان پیشتاز بودم که همیشه در هر نظر سنجی مقام اول می گرفتم. ولی این نیست که من رای نداشته باشم، رای من بالاتر از 6700 رای است با اسناد و با ریزرشید. اگر کسی توجه بکنه با این اسناد و با این ریزرشید، شاید که یعنی تمام امی کمیسون زیر سوال بره. این من از حقیقت خود میگم، اما کسی نیست، یک کسی واقعی نیست که مثلا که بیایه و بگویه که ما از رای خودت واقعا کسایی که در رسس از دفاع میکنه. من صدا بلند میکنم ولی صدایی که واقعا شنیده شوه و صدایی که شنیده نمیشه و صدایی که مشکلات خلق میکنه، او صدا را هرگز دوست ندارم که بلند کنم. صدایی را که شنوا مشنوه، شنونده مشنوه و او را دوست دارم که بر مردم برشان برسانم. صدا بلند کردیم، به صدای ما کس پاسخ نداد. شکایت ها را از لحاظ قانونی ما درج کردیم، تمام شکایت های ما رد شد، حتی اسنادایی که ما برشان جمع کردیم تمام اسنادای ما را جمع کردن، یعنی جمع کردن دیدن، ولی بازم سرنوشت اسنادا هیچ معلوم نشد. نه تنها به یک ارگان مروان کردیم بلکه به صدها ارگان مروان کرده باشم، ولی متاسفانه که به این رسیدگی کامل شده نتونست. و چیزی که من باید بر شما بگویم این است که ما تنها راه پارلمان راه پیروزی ما نمیدانیم. راه پارلمان یک وسیله رسیدن و شناخت مردم، یعنی مبارزه کردن در مقابل بعضی چالش ها، یعنی دیدن بعضی اشخاص متفاوت، مخصوصا فکر کردن در مورد بعضی چیزهایی که حتی عدس نمیزنی. این ما احساس کردم و چیزی که آموختم از مردم عزیز آموختم، در زمان کمپاین آموختم و احساس مردم درک کردن است و ما خیلی خوش هستم از اینکه خود کاندید ساختم. ولی اگر برنده شام و یا هم نشم، این در هیچ کشوری نیست که هر کس که کاندید میکنه همگی باید برنده شود، امکان نداره. بله. ولی ما هم راضی هستم به می فعلا خیلی خوش هستم که حتما پیش میریم، هیچ وقت قبل نمیمونیم و برد ما نه تنها باعث عزیز که شاید که به نفع مردم نبوده باشه، ولی باخت ما را ما ترجیح میتیم نسبت به برد. چون تا زمانی که شکست قبول نکنی، شکست نخوری، هیچ وقت پیروز شده نمیتونی. و من شکست این لحظه زندگی خودم با پیروزی، با پیروزی خود جشن میگیرم، چون جشن ما شکست ما این فکر که بزرگترین پیروزی ما بود. اگر همه این گناه فکر میکردن ما شاهد پارلمانی که اکنون داریم نمی بودیم. متاسفانه وضعیت پارلمان رو در این روز ها میبینیم. شما خبر دارین خواهر عزیز، یک چیزی رو ما میخواییم برتان یاد کنم. من در زندگی خود هیچ وقت منفیگرا نیستم، اگر این میفهمین، فقط یعنی جنجو نیستم، یعنی دوست ندارم که کسی مردم را تشویق کنم. مردم افغانستان گو کسایی که به من رای دادین استاد شوین از رای خود دفاع بکنین، نخیر. ما دوست دارم که با مردم خود همگام حرکت بکنم و به مردم عزیز خود بگویم که تمام مردم خودش میفهمه که شفافیت وجود نداشت. بله. اینا کاری نمیتونن، کسانی که در رأس نباشن کاری کردن نمیتونن. همه مشکلات کسایی بودن که در رأس خود کمیسون، اردو کمیسون وجود داشت، که اینا خوشبختانه که وقت تبدیل شدن و مشکلات زیاد را روبرو شده وکیلایی که در گذشته نامزد وکیلایی که بودن. تشکر، وقت برنامه خیلی کوتاه هسته.
متاسفانه اگر گفتنی اخیر بسیار کوتاه البته بگوین برای هموطنان ما و حرفی که در دلتان فقط هست فقط ما برای هموطنان خود ایره میگم که اگر ما برنده نشدیم ای به ایمانو نیست که شما یعنی نامید چوین، دل سرد چوین یعنی تو احساس کنین که سهیلا سهر از مبارزه خود عقب میمانه هرگز عقب نمیمانم ای را براتون وعده میتوم که تا یک قطره خون در وجودم در رگهایم باشه و ما از حق هموطنان خود مخصوصا کسانی که همراهم کار میکنن دفاع میکنم ای را به یاد داشته باشین که حق به حقدار دولت مردم مخصوصا کسانی که در رأس بودن کسانی که تاثیرگذار بودن ندادن و حق ماوری کسایی که واقعا کار میخواستیم کنیم شاید که وکیلای خوبی دیگه هم داخل پارلمان شده باشه نسپردن ولی فقط یک دهی روز رمضان دهی ماه مبارک رمضان فقط آرزوی ما ای است که امید ما ای است که بتونیم که بگویم که خداوند یک پارلمان واقعی خانه ملت واقعی را داخل خانه ملت بسازه مردم واقعی را ساختن و خدا کنه که زیادترش واقعی باشن که کار کنن و فعالیت بکنن و آینده افغانستان از این شرایط کنونی نجات بدن. سپاسگزار هستیم بانو سهیلا سهر رئیس نهاد خدمتگزاران افغانستان خیلی ممنون از این حضور. تشکر از دعوتتان. بله ما هم میام برنامه خیلی کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم.